با آموزش طرح سنگ اونیکس آبی در خدمت شما عزیزان هستیم که با رنگ های ساختمانی این طرح سنگ جذاب میخواییم کار کنیم. دستمال تنظیف و حالت توپی در میاریم، اضافه هاشو زیر خود دستمال جمع میکنیم و به فرمی که داریم مشاهده میکنیم از تینر روغنی ساختمانی استفاده میکنیم برای زیر کار. کل سطح کار رو با تینر روغنی آغشته میکنیم که یک مقداری حالت چربی داشته باشه و حالت سوری پیدا کنه. من اینجا از رنگ قهوه‌ای خاکستری روشن استفاده کردم چون میخوام یک بافت حفره‌ای برای طرح سنگ اونیکس آبی زیر کار داشته باشم، یعنی تنها رنگ آبی یا سبز استفاده نمیکنیم. فقط از رنگ‌های سبز یا آبی خام توی طرح سنگ استفاده نمی‌کنیم. به هیچ عنوان هیچ رنگی ما نباید خام بزنیم. اگه به هر دلیلی هم رنگ و خام استفاده کردیم، از رنگ‌های مجاورش استفاده می‌کنیم که با هم یه آشتی رنگی هم داشته باشن و کنار هم دیگه بشینن. طبق نمونه‌ای که داریم مشاهده می‌کنیم، من یک رنگ آبی یعنی آبی اطلسی گذاشتم، ولی این آبی اطلسی موندگار نیست و قراره که با رنگ‌های دیگه کنار هم دیگه بشینند و یک همخوانی رنگی داشته باشند. رنگ‌ها رو کنار هم دیگه فید می‌کنیم. هیچ رنگی نباید خط یا لاینش دیده بشه به هیچ عنوان، چون به هر دلیلی اگه خط یا لاین توی طرح سنگمون داشته باشیم، اون جذابیت و طبیعی بودن سنگو از دست میده و اون طبیعی بودن سنگو دیگه ما نداریم، چون تمام سنگ‌هایی که ما نگاه می‌کنیم توی طبیعت، به خصوص سنگ‌های اونیکس رنگی مثل سبز، مثل آبی، مثل صورتی و بنفش، اینا همشون رنگ‌هایی هستند که کنار هم دیگه رنگ‌ها فید شدن و محو شدن و کنار هم دیگه نشستن. خب برگردیم سر تمرینمون. این رنگ‌هایی که استفاده می‌کنیم رنگیه که یک مقداری با تینر روغنی من آغشته کردم، ترکیب کردم که بتونم روی کار استفاده کنم و بتونم رنگا کنار هم دیگه فید بشن، یعنی رنگایی که کنار هم دیگه ما میچینیم کاملا تو هم دیگه ادغام بشه و فید بشه. به خاطر این از تینر روغنی ما استفاده میکنیم، تینر روغنی ساختمانی استفاده میکنیم. تینر روغنی ساختمانی باعث میشه که این رنگا خیلی نرم کنار هم دیگه بشینن و با چند بار پرداخت کردن با دستمال تنظیف یا قلم مو خیلی راحت تو هم دیگه و تو دل هم دیگه فید بشن. بعد اینکه تمام سطح کار رو با رنگ‌های انتخابی ترکیب کردیم، یک پرداخت کلی روی سطح کار انجام میدیم و میریم سراغ مرحله دوم. تو این مرحله با یک قلموی سرتخت پهن و نرم تمام سطح کار رو میایم پرداخت میکنیم، از چپ به راست، بالا پایین و تو جهت‌های مختلف که این رنگ‌ها کاملا تو دل هم دیگه ترکیب و ادغام بشن. این مرحله رو به تعداد زیاد و چندین بار تکرار میکنیم تا تمام رنگا تو هم دیگه ترکیب بشن. اگه دیدیم رنگا خودشو گرفته و با پرداخت قلمو تغییری تو پیدا شدن رنگ ها با هم دیگه ایجاد نمیشه، یک مقداری تینر روغنی روی کار میپاشیم. این کار باعث میشه که رنگ ها دوباره زنده بشن و تو دل هم دیگه بتونیم رنگا رو فید کنیم. بعد از تموم شدن این مرحله میریم سراغ مرحله بعد. از یک تیکه کارتون اضافه یا پرت استفاده میکنیم، گوشه کارتون رو میبریم مثل تصویری که من براتون گرفتم. از گوشه های کارتون استفاده میکنیم برای ایجاد رگه هایی که توی زیرکار سنگ های اونیکس استفاده میشه. از رنگ آبی تیره استفاده میکنیم. شما هر طرح سنگی که میخواین انجام بدین، رنگ تیره اونو انتخاب میکنید و برای زیرکار و رگه های زیری از اون استفاده میکنید. با قلم موی پهن دوباره فیدش میکنیم و مجددا رنگا رو کنار همدیگه به صورت لاینی و خطی چیزی که تو تصویر داریم میبینیم پیاده میکنیم. با هر بار کشیدن کارتون یا حالا با قلمو یا با کارتون یا با هر چیز دیگه ای میاییم با قلمو اونو فیدش میکنیم. بعضی جا که رنگ اضافه میشه و رنگ اضافه بیرون میریزه، اونا رو با دستمال تنظیف فیدش میکنیم مجدد. از یک قلموی سرتخت نسبتاً کوچیک استفاده میکنیم، قلمو رو تقریبا روی کار میخوابونیم و از لبه ها و از بغلای قلمو استفاده میکنیم و رگه ها و بافت های زیری طرح سنگ اونیکس رو
پیاده میکنیم. مثل تصویر من تقریبا بعضی جاها زوم میکنم که بچه ها کاملا متوجه بشن و ببینن چجوری توی کار استفاده میشه. این زیر رگه ها رو به صورت موازی با رگه کناریش میکشیم و ادامه میدیم. چندین رگه پشت سر هم دیگه میکشیم و تو هر سری اینا رو پرداخت میکنیم تا رنگ ها خودشون رو نگیرن و خشک نشن و اصطلاحا رنگ زنده باشن. بتونیم اینا رو تو هم دل هم دیگه فید کنیم. رگه ها رو کنار هم دیگه میکشیم مثل تصویر چیزی که داریم میبینیم. رگه ای که کشیدیم رگه بعدی درست موازی با رگه قبلی میاد. این رگه ها رو توی سنگ های مرمر، سنگ های ساختمونی یا سنگ های تراورتن خیلی زیاد مشاهده میکنیم. توی سنگ اونیکس هم که یک نوع مرمر تزئینی هست از این رگه ها خیلی خیلی زیاد داریم. سعی کنیم رگه هایی که داریم میکشیم و کنار هم دیگه قرار میدیم مثل هم و هم رنگ نباشن. بعضیا کم رنگ تر، بعضیا پر رنگ تر، بعضیا خونساتر و بعضیا کوچیکتر و بزرگتر باشن که یک مقداری کارمون حالت رئال و هایپر رئال و طبیعی پیدا کنه. سعی کنیم تو کشیدن رگه ها و کنار هم قرار دادن اون رگه ها خیلی زیاده روی نکنیم. یک فضای تنفس، فضای خالی برای سنگ نگه داریم. هرچند شاید توی سنگ های طبیعی این اتفاق زیاد باشه، ولی خب ما چون داریم تر سنگ کار میکنیم و اون رئال بودنش رو باید حفظ کنه، همه جای کار رو استفاده نمیکنیم. حالا تو قسمت پایین سمت چپ اومدیم از رنگ سبز تیره استفاده کردیم. سبز تیره کنار آبی یک ترکیب بسیار قشنگ و فوق‌العاده ایجاد میکنه و توی سنگ‌های اونیکس آبی و اصلا توی سنگ‌های سبز این اتفاق خیلی زیاده. این رگ‌هایی که داریم می‌ذاریم، رگ‌های دومی که کنار کار داریم قرار میدیم، یک مقداری شکستگی‌هاش بیشتر باید باشه، یک مقداری خمیدگی‌هاش و منحنی‌هاش به نسبت رگ‌های بالا یک مقداری بیشتر باشه که کارمون طبیعی‌تر و جذاب‌تر جلوه بده. حالا من سعی می‌کنم اینجا تصویر رو زوم کنم که شما کاملا از نزدیک تصویر رو ببینین و این کنار هم نشستن رگه‌ها و مجاورت رگ‌ها کنار هم دیگر رو کاملا از نزدیک تصویرش رو مشاهده کنید. فقط دقت کنید برای کشیدن رگه‌ها کنار هم دیگه حتما لازمه که قلمو رو به صورت حالا 15 یا 20 درجه روی کار بخوابونیم. این پهنای قلمو رو روی کار سوار کنیم که قشنگ بتونیم اون رگه ها رو بکشیم و از تمام پهنای قلمو بتونیم ما استفاده کنیم. اینجا من یک مقداری رنگو از قلمو گرفتم و تقریبا میشه گفت که تینر کارم غالب تره به رنگ. حالا با اون رنگ کمی هم که داره یک سری رگه های ریزتر و فیدتر زیر کار قرار میدم که یک مقدار کارمون طبیعی جلوه کنه. بکنم تا اینجای کار برای تر سنگ اونیکس آبی کافی باشه. بقیه رو توی مرحله بعد که مرحله خیلی جذابی است با هم دیگه تماشا میکنیم.